سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدنیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدنیم به داستان عاشقانه ازدواج علی حاتمی و زری خوشگام، پدر و مادر لیلا حاتمی میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. زهرا حاتمی، مادر لیلا حاتمی، سوپر استار سینمای ایران و همسر مرحوم علی حاتمی که وی رو با نام زری خوشگام میشناسنه، وی در کنار دو نام بزرگ سینمای ایران قرار داره و افتخار همسری کسی رو داره که یکی از کارگردانان برجسته کشور بوده و کسی رو در دامان خودش پرورش داده که اکنون یکی از ستاره های مطرح ایران در سطح جهانه. وی بعد از انقلاب در 3 فیلم سینمایی هنر نمایی کرده که یکی از اون فیلم ها شعله وره که اکران شد و فروش خوبی هم داشت. علی حاتمی کارگردان بزرگ کشورمون در 23 مرداد 1323 در تهران متولد شد و در 15 آذر 1375 از دنیا رفت. نگاهی میکنیم به ماجرای عشق و ازدواج علی حاتمی و همسرش زری خوشگام. زری خوشگام متولد 1326 در اصفهان بازیگره. وی فارغ التحصیل دوره 4 ساله باله در ایران و مدتی در لندنه. از رقصیدن شروع کرد و با حضور در عرصه بازیگری مشهور شد. او مادر لیلا حاتمی مشهوره. نام کاملش زهرا خوشگامه. فعالیت خودش رو با رقص شروع کرد و سال 49 وقتی 23 ساله بود در عین مخالفت و قهر برادرش به عنوان یک بازیگر در فیلم آدمک وارد پرده سینما شد. اصلی ترین تجربه حرفه‌ای او با فیلم کلبه ای آن سوی رودخانه سال 50 بود که حضور متفاوتش کنار ناصر ملک مطیعی باعث شد خیلی زود به چشم بیاد. ازدواج علی و زهرا حاتمی برخلاف اون چه به نظر میرسه اصلا ساده و بدیهی نبوده. اون روزها زهرا خوشگام بازیگر معروفی بوده و در 2 سال فعالیتش کلی فیلم سینمایی بازی کرده بوده. از طرف دیگه علی حاتمی هم کارگردان جوانی بود که اسمش با فیلم‌های متفاوتی که کارگردانی می‌کرد سر زبون‌ها افتاده بود. اما با وجود همه مشترکاتی که یک بازیگر و یک کارگردان جوان همدوره میتونن با هم داشته باشن، این زوج تا قبل از آشنایی اتفاقیشون هرگز با هم برخوردی نداشتن. به همین دلیل هم بود که اگر علاقه دورادوری به وجود اومده بود، به خاطر عدم برخوردشون همونطور دورادور باقی مونده بود و تا مدت‌ها فقط از دور اون هم توی دلشون هم رو تحسین می‌کردن. به خصوص زهرا خوشگام که همیشه در مصاحبه‌هاش از جوان محجوب و معقولی حرف می‌زد که قصد داره با او ازدواج کنه. جوانی که بعدها معلوم شد خیالی بوده و وجود خارجی نداشته و در واقع آرزوی زهرا خوشگام بود که به وسیله علی حاتمی به حقیقت تبدیل شد. جوان معقول و محجوب و هنرمندی که دوران آشنایی تا ازدواجش با زهرا خوشگام زمان زیادی طول نکشید. اما همین دوران کوتاه آغازی بود برای یک زندگی طولانی و خوش که طعم شیرینش هنوز در کام زهرا خوشگام مونده و میشه اون رو در نامه‌هاش خوند. گرچه سالهاست با کسی درباره اون حرفی نمیزنه و ترجیح میده قصه روزهای بعد از علی آقا رو فعلا از مطبوعات دور نگه داره. قرار بود فیلمی به کارگردانی علی حاتمی ساخته بشه. لوکیشن یکی از شهرهای شمالی بود و به همین دلیل همه ی عوامل جمع شدن و به اون شهر رفتن. و نکته جالب ماجرا هم این بود که زهرا خوشگام از طرف تهیه کننده به عنوان نقش اول زن فیلم در نظر گرفته شده بود. فیلمی که هرگز ساخته نشد. اما فرصتی به وجود آورد برای آشنایی دو جوان 26 و 23 ساله که هرگز نتونسته بودن از نزدیک همدیگر رو ببینن. اینطور که زهرا خوشگام میگه همون روزهایی که به خاطر پیش تولید مترسک در شمال بودن، هر دوشون فهمیدن که به هم علاقه دارن، اما هیچ کدوم این علاقه رو بروز ندادن. با وجود اینکه در شمال هیچ حرفی بینشون رد و بدل نشده بود، باز هم زهرا خوشگام داستان اون شمال رفتن و کلن فیلم هرگز ساخته نشده مترسک رو مهمترین عامل رسیدنشون به هم میدونه و میگه علی رو به بهانه خلق اثری به نام مترسک شناختم
گویی مترسک پل محکمی بود با چشماندازی مملو از سبزه و گل و درخت به سوی دریای خزر تا عشق میان من و او رو رقم بزنه. مترسک ساخته نشد، اما فقط چند هفته بعد میثاق زندگی مشترک ما بسته شد. داستان همینطوری بود که بعد از اومدن به تهران، بالاخره علی آقای حاتمی پیش قدم میشه و مثلا به بهانه اینکه درباره فیلم ساخته نشده حرف بزنه، زهرا خوشگام رو به شام دعوت میکنه. شامی که احیانا در طول اون هیچ حرفی درباره فیلم و مترسک و سینما و اینها زده نشده، چون در پایان اون زهرا خوشگام بدون اجازه بزرگترها و البته به طور غیر رسمی بله رو به کارگردان جوان میگه. بله ای که تا روز عقدشون که فقط چند هفته بعد بوده، به جز خانوادهشون هیچ کسی از اون خبردار نمیشه و بین خودشون باقی میمونه. علی و زهرا حاتمی تا 3 ماه بعد از عقدشون با هیچ نشریه ای گفتگو نکردن، با اینکه خبر ازدواجشون در روزنامه ها و مجله های اون روزگار مثل بمب ترکیده بود، اما هیچ کسی خبر موثقی از این ماجرا نداشت. به خصوص اینکه در مراسم ازدواجشون هم چهره‌های سینمایی و تلویزیونی حضور چندانی نداشتن و همین هم باعث شده بود که مراسم خیلی سری باقی بمونه. اما بالاخره بعد از 3 ماه علی حاتمی با روزنامه ها صحبت کرد و گفت زندگیشون ساده تر و بی درد سرتر از اون چیزی که فکر می کردن شروع شد و از این به بعد هم مثل سابق به کارهاشون می رسن. یعنی علی کارگردانی می کنه و همسرش هم بازیگری. اما چیزی نگذشت که همه متوجه شدن عشق به خانه و زندگی و نوزاد تازه از راه رسیده بر عشق زهرا به بازیگری چربیده و از اون به بعد کمتر اتفاق افتاد که زهرا در فیلمی بازی کنه. البته همیشه نقشایی رو دورادور به عهده می گرفت و بازی می کرد، اما در واقع نقش همسری برای علی آقای حاتمی و مادری برای لیلا اون روزها بزرگترین و مهمترین نقشایی بود که زهرا اونها رو قبول کرده بود و با عشق و علاقه به اونها می پرداخت. عشق و علاقه و رضایتی که میشه اون رو در لبخندهای این خانواده کوچک که در عکساشون ثبت شده به خوبی دید. اینطور که دوستان نزدیک زهرا میگن او همیشه عاشق سینما بوده و در طول سالهایی هم که از بازی دور بود به صورت حرفه‌ای کارها رو دنبال میکرد و همون نقشای کوتاهی که بازی میکرد هم باعث شده بود به عنوان یک هنرپیشه از یادها نره. اما اون چیزی که یک بار دیگه به طور جدی او رو چهره کرد و برای خودش هم بازی جدی به حساب میاد، نقش امیرزاده خانم در سریال امیر کبیر بود. نقشی که براش از جذابترین نقش‌های دوران بازیگریش بود. زهرا حاتمی معتقد عشق سرشاری که در زندگی با علی داشته باعث شده که نقش همسر عاشق و وفادار امیر کبیر رو با تمام وجود درک و بازی کنه و همین عشق هم باعث شده سختی‌های اون کار و سخت‌تر از اون در ماجرای هزار دستان و شهرک سینماییش همیشه کنار همسرش باشه. زندگی مشترکشون 25 سال طول کشید و حاصل اون تک دختری به نام لیلا بود. البته در گفتگوهایی که در سال اول ازدواجشون کردن، زهرا گفته که یک پسر و یک دختر میخواد و علی آقا گفته طرفدار خانواده پر جمعیته. اما به هر حال انگار لیلا برای اونها همه چیز داشت و به همین دلیل فرزند دیگری وارد خانواده حاتمی نشده. حالا زهرا حاتمی تنهاست و مثل همه مادر بزرگها سرگرم خانواده دخترش و نوه هاشه. بعد از علی آقا زهرا حاتمی هیچ وقت نخواست مصاحبه کنه یا درباره همسرش حرف بزنه. نه حرف زد و نه دلیل حرف نزدنشو گفت. هر چیزی هم که از او میدونیم مربوط به نامه ها و یادداشت های گاه به گاه و عاشقانه یه که به بهانه تولد علی آقا می نویسه. زنی که هرگز از رفتن زود هنگام همسرش گله‌ای نکرد و همیشه از شیفتگیش به او گفت. شیفتگی که در لحظه لحظه زندگی مشترک زهرا و علی حاتمی به خوبی قابل مشاهده است. زهرا حاتمی شیفته و عاشق همسر هنرمندش بود. عشقی که باعث شد سر میز اولین شام بله رو بگه، 3 هفته بعد بشینه پای سفره عقد، 1 سال بعد مادر بشه و 25 سال همسرداری کنه و سالهای بعد از اون رو هم عاشق مردی بمونه که برای او هنرمندی بی نظیره. زهرا حاتمی نوشت دریغا نمیدانستم هجرانی ابدی در انتظار ماست و چطور جدایی من زود هنگام رقم میخورد.
دریغا دست سرنوشت فرزندی عاشق هنر ایران را شتابان از دامن مردمش رو بود. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.